من محمد مهدی صفدرزاده حقیقی، متولد 1972، نسل سوم از یک خانواده تولید کننده فرش دستباف در ایران اصفهان هستم. فرش حقیقی توسط حاج مهدی خان قالیباف، پدر بزرگ بنده، از سال 1910 تأسیس شده و از ابتدای کار سعی در تولید آثار بی‌نظیر در حد کارهای موزه و یا کاخهای جهان کارش رو مستمر پیگیری کرد. در سال 97 از طرف دولت چین سفارش بافت این قالی با موضوع جاده ابریشم به ما داده شد و ما شروع به آماده سازی اون کرد. این قالی با استفاده از تکنولوژی امروز و تجارب چند نسل به وجود اومده و حاصل همکاری و همدلی خبره ترین ها در مراحل مختلف، از جمله نقاشی که توسط استاد میرفتایی انجام شد و ما سعی کردیم با استفاده از رنگ های ثابت و بسیار با کیفیت زیباترین جلوه های هنری رنگ در قالی رو به دست بیاریم. بافت این قالی از ابتدایی که طرح توسط مستر وان به ما تحویل شد و تا زمانی که ما قالی رو به موزه ارائه دادیم و نصبش کردیم حدوداً 9 ماه و نیم طول کشید. در این قالی 115 نفر به طور مستقیم با همدیگه همکاری کردن که از این 115 نفر تعداد 55 نفرشون بافنده حرفه‌ای و چیره دست بودن. اعضای تیم ما به صورت مستمر از 6 صبح تا 12 شب گاهی به صورت 24 ساعته با همدلی عاشقانه کار کردن تا اینکه این کار با موفقیت انجام پذیرفت. ما در این قالی در حدود 168 رنگ به طور جداگانه رنگرزی کردیم، ولی با بهره گیری از علم و هنر همنشینی رنگ ها سعی کردیم رنگ های بیشتری به دست بیاریم و کار سه‌بعدی سازی رو به نحو احسن انجام بدیم. این قالی با ابعاد 12 متر در 3.70 متر بزرگترین قالی تصویری روایی در جهان است که امروز زینت بخش موزه هان شد. این موزه با 98,000 متر مربع زیربنا یکی از بزرگترین موزه ها در جهان و بزرگترین موزه در چین است که در استان شانشی، شهر هانجونگ، یعنی جایی که راه ابریشم از اونجا آغاز شده، قرار گرفته. در حقیقت این اولین تعامل فرهنگی هنری در سطح ملی در قالی ایران از زمان صفویه محسوب میشه که بین دو تمدن بزرگ جهان یعنی ایران و چین اتفاق افتاد که طی آن جاده ابریشم جدید جلوه‌گاه هنر قالی بافی ایران شد. Walk, sugar.